واکنش طالبان به گزارش سالانه امریکا، فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل نکنید. متقی: نیاز به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیست. از شکنجه تا تجاوز جنسی و قتل در زندانهای زنانه طالبان چه جریان دارد؟ و همچنان در پایان، شاهین شمال نیروهایش را در در کوههای شمال لسان کرد. مشروع خبرها: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در کشور گفته است که مردم افغانستان مسلمان هستند و حقوقشان بر اساس شریعت تامین می شود. مجاهد این اظهارات را در یک نوار صوتی که روز سه‌شنبه از طریق تلویزیون ملی پخش شده است منتشر کرده است. سخنگوی طالبان گفته است آنچه در آمریکا و سایر کشورهای غربی فرهنگ و حقوق بشر تعریف شده است با افغانستان فرق میکند و غربی ها نباید فرهنگ خود را بالای دیگر کشورها تحمیل کنند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که طالبان در سال گذشته میلادی به نقض حقوق بشر از جمله مجازات بدنی افراد متهم به رفتارهای غیر اخلاقی در افغانستان ادامه داده است. بر بنیاد این گزارش طالبان فرمانهایی را صادر کردند که با قوانین افغانستان و تعهدات این کشور در کنوانسیونهای بین المللی مغایرت دارد. متقی: نیاز به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که نیاز به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کشور نیست. ضیاء احمد تاکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، از دیدار متقی با امیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در کابل خبر داده است. تاکل گفته که در این دیدار در مورد مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی نشست بعدی به اشراک نمایندگان ویژه برای افغانستان به ابتکار سازمان ملل متحد در دوحه و مسائل منطقه‌ای گفتگو شده است. متقی روابط طالبان با روسیه را مهم خوانده و تاکید کرده است که واقعیت‌های عینی افغانستان باید درک شود. او تصدیق کرده است اکنون شرایط در افغانستان طور حاکم نیست که نیاز به نماینده ویژه ملل متحد باشد. و ای خاطر نشان کرده است که طالبان مشغول گفتگو با سازمان ملل متحد هستند و پس از وضعیت کافی در مورد آجندا و ترکیب نشست دوحه موقف خود را ابراز خواهند داشت. در همین حال طالبان به نقل از کابلوف نوشته است که وی خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان توسط آمریکا شده است. نماینده ویژه روسیه اضافه کرده است که طالبان و مسکو باید هماهنگی بیشتر داشته باشند و متعهد در جریان سال جاری به این کشور سفر کند. این در حالی است که پیش از این استفان دوچارک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که کار بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان برای افغانستان جریان دارد. مسکو روابط نزدیک با طالبان دارد، اما رژیم این گروه را تاکنون به رسمیت نشناخته است. پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که موضوع حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی کشور در حال بررسی است. خبر تازه: چیرگی‌های تازه نفس تحت رهبری عطا محمد نور، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، امروز اعلان موجودیت کردند و گفتند به حملات چیرگی خود در برابر طالبان شروع می‌کنند. روند سبز امرالله صالح، عامر جنایی طالبان در ولسوالی قرغی لغمان کشته شد. روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون ریاست جمهوری دولت پیشین، گفته است که عامر جنایی ولسوالی قرغی لغمان را افراد متحد به آزادی از چنگال جهالت و تعصب در مرکز این ولایت کشته است. این اولین بار است که روند سبز از کشتن یک عضو طالبان خبر می‌دهد. این گروه در صفحه اکس خود نوشته است که آمرگل، باشنده اصلی قریه شکای ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، صبح روز یکشنبه حوالی ساعت 11 قبل از ظهر توسط انسانهای متحد با زودی از چنگال جهالت و تعصب در مرکز شهر لغمان کشته شده است. روند سبز نگفته افراد که اقدام به کشتن این مقام ملی طالبان کرده است به چه گروهی وابستند. با این حال این گروه گفت که روش ظالمانه طالبان دستها مردم را وادار کرده است تا ابتکار را در دست خود گرفته و اقدام کنند. در خبری که روند سبز افغانستان نشر کرده آمده که طالبان دو نفر را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. روند سبز تا اکنون اطلاعات مهمی را در ارتباط با هویت شمار زیاد از مسئولان و اعضای اداره امنیت طالبان و وزارت داخله این گروه منتشر کرده است. این اولین باری است که واحد اطلاعاتی این گروه خبر از کشته شدن یک عضو طالبان می‌دهد. این جریان که رهبری آن را امرالله صالح از مخالفان طالبان بر عهده دارد، هنوز درباره فعالیت نظامی خود چیزی نگفته است.
از شکنجه تا تجاوز جنسی و قتل در زندانهای زنانه طالبان چه جریان دارد؟ زندانیان زن در محابس طالبان در ولایت‌های جوزجان و فاریاب و سمنگان با وضعیت تصور دست و پنجه نرم می‌کنند. تحقیر و توهین شکنجه جسمی و تجاوز جنسی از مواردی هستند که این زندانیان در محابس طالبان در شمال تجربه می‌کنند. بر اساس یافته‌های روزنامه 8 صبح پس از سقوط نظام جمهوری 90 زن در 3 ولایت که شمال کشور از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده است. از این میان 36 زن در فاریاب، 34 زن در سمنگان و 20 زن دیگر در ولایت جوزجان در 1 سال گذشته برخورد نامناسب طالبان را در زندان به تجربه گرفتند. یافته‌های روزنامه 8 صبح نشان می‌دهد که در زندان‌های زنانی این 3 ولایت از طرف روز 10 زن مشغول تلاشی بدنی، صفاکاری و نگهبانی هستند، اما از طرف شب هیچ نگهبان زن حضور ندارد. با این وضع مسئولیت امنیت این زندان‌ها از طرف شب براده جنگجویان طالبان است، نگهبانانی که در تجاوز جنسی بر زندانیان زن دخیلند. بر اساس یافته‌های روزنامه 8 صبح از میان 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان 16 تن آنان در نتیجه تجاوز جنسی مکرر حمل گرفته و در شفاخانه‌های محلی جنینشان را سخت کردند. منابع صحی در ولایت‌های فاریاب و سمنگان تایید می‌کنند که جنین‌های این زنان در ماه‌های 3 و 5 بارداری به دستور طالبان سخت داده شده است. بر اساس روایت زندانیانی که برخورد نامناسب طالبان را در زندان تجربه کردند، زندانیان زن در شمال با اعمال فشار طالبان خلاف رضایتشان تن به رفع نیاز جنسی رأی از مقام‌های محلی طالبان داده است. یکی از زندانیان رها شده تایید می‌کند که دست کم 4 زندانی زن در ولایت سمنگان در اثر تجاوز جنسی متواتر افراد طالبان دچار بیماری شدید شده و سرانجام از سوی طالبان تیرباران شدند. طبق اطلاعاتی که از منابع در زندان‌های زنانه طالبان در شمال گردآوری شده، بیشتر این زنان به دلایل مختلف از جمله اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فریبکاری و فرار از منزل زندانی شده است. منابع آگاه تایید می‌کنند که از میان 90 زندانی زن در فاریاب، جوزجان و سمنگان 33 تن آنان کسانی هستند که از بعد از زندانی شدن تا اکنون بستگانشان به دیدار آنان نرفته است. این منابع احتمال می‌دهند که خانواده‌های آنان از سرنوشت این زنان آگاهی ندارند. کارمندان صحی در بخش نسایی ولادی شفاخانه های فاریاب، سمنگان و جوزجان به روزنامه 8 صبح گفته است که در جریان 1 سال گذشته افرار طالبان 48 زن را از طرف شب برای درمان به این شفاخانه ها منتقل کرده است که در اثر شکنجه فیزیکی و تجاوز جنسی دچار خونریزی شدید بودند. بر اساس اظهارات این منابع، افراد طالبان در این قضایا به دکتران نوکریوال هرگز اجازه ترتیب دوسیه را ندادند. وضعیت زندانیان زن در فاریاب. بر اساس یافته‌های روزنامه 8 صبح، در حال حاضر 38 زن در زندان ولایت فاریاب زندانی است. این زنان به اتهام‌های مختلف از جمله از سوی طالبان بازداشت شده است و در زندان به سر می‌برند. شمار از زنان در نظام سنبله 1400 به این زندان منتقل شده، اما در 1 سال گذشته برای زیاد از آنان پرونده جرمی ترتیب نشده است. روی همین ملحوظ قضیه این زنان برای بررسی به دادگاه محول نشده است. یک منبع امنیتی در فرماندهی امنیت ولایت فاریاب به شرط فاش نشدن نامش به روزنامه 8 صبح میگوید که بیشتر این زنان بزن فساد اخلاقی، سرقت، فریبکاری و اتهام فرار دختران از منزل بازداشت شده است. به گفته منبع، نبود پرونده جرمی سبب شده که مدت حبس این زنان ناروشن باقی بماند. او توضیح میدهد که از میان 36 زن زندانی در این زندان برای 21 تن آنان پرونده ترتیب نشده است. شمار از این زنان 6 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال قبل بازداشت به این زندان منتقل شده است. این 21 زن کسانی هستند که از بازداشت اگون اقاربشان برای ملاقات آنان مراجعه نکردند. بر اساس طرز عمل زندان‌ها در حکومت قبلی، پرونده متهمان در جنان 3 ماه تا استر محکمه فرستاده می‌شد. با وجودی که نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان بر کشور می‌گذرد، اما در این مدت طالبان قوانین و یا طرز عمل مشخص برای تعقیب پرونده‌های مظنون‌ها ترتیب نکرده است.